عرض ادب و احترام دوستان به فروشگاه سلام بابا خوش اومدید. امروز در این ویدیو می‌خوایم با هم دیگه تلویزیون LG OLED EVO مدل 65 G4 رو آنباکس و راه اندازی بکنیم. حال حاضر این تلویزیون پرچم‌دار تلویزیون‌های OLED و پرچم‌دار تلویزیون‌های 4K برند LG در سال 2024 محسوب میشه و به جرات میتونم بگم بهترین و خفن‌ترین تلویزیون هستش که تا به امروز در استدیو سلام بابا اونو آنباکس و راه اندازی کردیم. این تلویزیون یک نمایشگر 4K 144 هرتزی داره که برای انواع اقسام کاربری فیلم، سریال و بازی با کنسول‌های نسل نهمی به صورت تماماً حرفه‌ای بهترین گزینه‌ای هستش که شما میتونید در بازار تهیه بکنید. مدل G4 در حقیقت جایگزین مدل G3 سال 2023 شده و خب این تلویزیون هم دومین تلویزیون شرکت LG که با فناری MLA یا همون میکرو لنز اری معرفی شده و در حقیقت یک سرگردن بالاتر از مدل LG OLED C4 قرار میگیره که اونم تلویزیون OLED 4K 144 هرتزی برند LG که با پایه رومیزی یا همون استند رومیزی عرضه شده و خب این مدل جزء مدل‌های سری گالری ادیشن شرکت LG مدل G4 و خب پایه رومیزی نداره و شما اون رو باید از طریق براکت دیواری اختصاصی روی دیوار نصب کنید. LG OLED G4 در سایزهای 55, 65, 77, 83 و 97 اینچ عرضه شده که ما اینجا سایز 65ش رو داریم. برای آنباکس و بررسی دستگاه ساخت و مونتاژ کشور اندونزی و خب مونتاژ کشور مصر و مونتاژ کشور لهستان هم در بازار موجوده که هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. صرفاً در زبان‌هایی که پشتیبانی می‌کنن ممکن تفاوت‌های ریز جزئی با هم دیگه داشته باشن که برای مثال مونتاژ کشور لهستان فاقد پشتیبانی از منوی فارسی است. تلویزیون LG OLED G4 اولین تلویزیون شرکت LG که از پردازنده آلفا 11 نسل اول پشتیبانی می‌کنه و خب ما با یک تلویزیون کاملاً حرفه‌ای روبرو هستیم. در ادامه با آن همراه باشید که می‌خوایم صرفاً این دستگاه رو آنباکس و راه اندازی بکنیم و کیفیت تصویرش رو در نگاه اول از دوربین سلام بابا ببینیم. پس با من همراه باشید و بریم ادامه آنباکس رو بررسی. خب دوستان اقلام همراه تلویزیون LG OLED G4 رو ملاحظه می‌کنید و خب این تلویزیون پایه رومیزی نداره و صرفاً روی دیوار نصب میشه که یک براکت دیواری مخصوص هم همراه دستگاه تعبیه شده به اسم سلیم والمونت که اینجا شما ملاحظه می‌کنید که برای اتصال تلویزیون روی دیوار استفاده میشه که اینجا تعدادی پیچ و روپلاک هم براش در نظر گرفته شده به همراه تعدادی دفترچه راهنمای تصویری که میتونید ازش استفاده بکنید برای اتصال این براکت و تلویزیون روی دیوار. اینجا ریموت کنترل دستگاه رو ملاحظه می‌کنید، مدل ماجیک ریموت که کد کاملش MR24 هستش، ریموت جدید شرکت LG در تلویزیون‌های 2024 که یک جفت باتری قلمی هم برای ریموت کنترل در نظر گرفته شده. اینجا رابط IR بلاستر تلویزیون رو داریم که تو ویدیو بررسی حتما بهش اشاره می‌کنیم، به همراه تعدادی دفترچه راهنمای کار با تلویزیون و کار با ریموت کنترل و راهنمای آنباکس تلویزیون که حالا خودتون میتونید این دفترچه‌ها رو هم مطالعه بکنید. خب دوستان قبل از اینکه نمای پنل پشتی و پورت‌های ورودی تلویزیون رو بهتون نشون بدیم، یک توضیحی در مورد این پایه رومیزی یا همون استند تلویزیون برای شما از این توضیح کوتاه مختصری بدیم. تلویزیون LG OLED G4 جزء تلویزیون‌های سری G یا همون گالری ادیشن شرکت LG و خب بدون پایه رومیزی عرضه شده و صرفاً هم روی دیوار نصب میشه و خب یک براکت دیواری مخصوص یا همون سلیم والمونت هم براش در نظر گرفته شده که شما از این قسمت میتونید خیلی راحت تلویزیون رو روی دیوار نصب بکنید که کیپ دیوار و فیت دیوار هم میشینه و همچنین یک وسای 30 درسی هم براش در نظر گرفته شده که اگر شما خواستید میتونید از براکت های معمولی داخل بازار هم استفاده بکنید برای اتصال تلویزیون روی دیوار. و خب حالا ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم از طریق این دوتا بازو که حالا داخل تصویر هم ملاحظه میکنید، خودمون اومدیم یک پایه استن، یک پایه رومیزی دستساز برای تلویزیون ساختیم که بتونیم تلویزیون رو خیلی راحت مثل سایر تلویزیون‌های معمولی روی میز و کنسول قرار بدیم که حالا بتونیم بررسی تلویزیون رو راحت‌تر انجام بدیم تا اینکه حالا بخوایم روی دیوار بذاریم یا اینکه بخوایم بدون پایه روی میز قرار بدیم که خب اینجوری ریسکش هم برای ما کمتره. پس دقت داشته باشید این پایه همراه پک و جعبه دستگاه نیستش و ما خودمون اینو حالا ساختیم که بتونیم بررسی ویدیویی این تلویزیون رو راحت‌تر انجام بدیم. نمای پنل پشتی این تلویزیون رو ملاحظه می‌کنید که سر تا سر یک ورقه فلزی یک دست و یک تکه کار شده. کیفیت ساختش هم به شدت بالاست و ملاحظه می‌کنید که چقدر با دقت بالای این تلویزیون اسمبل و سرهم بندی شده. پورت‌های تلویزیون به صورت ساید و کناری طراحی شدن که فیس سمت راستی و فیس
رو به پایین دارن، که در این قسمت ما یک عدد پورت USB رو ملاحظه میکنیم به همراه دو عدد پورت HDMI نسخه 2.1. در قسمت پایین هم پورت USB شماره دوم و سوم دستگاه رو ملاحظه میکنیم به همراه HDMI سوم و چهارم دستگاه که اونا هم نسخه 2.1 هستن، پورت LAN یا هم ورودی شبکه. در این قسمت هم خروجی صدای اپتیکال رو ملاحظه میکنید به همراه گیرنده شبکه های داخلی و گیرنده شبکه های خارجی، و در این قسمت هم پورت ورودی IR بلاستر دستگاه تعبیه شده. و اینکه کابل برق این تلویزیون هم به صورت سرخوده که از نوع سفیش هم هست و خوشم یک تبدیل سفیش به دوفیش حتما برای اتصال این تلویزیون به برق لازم خواهید داشت. خب همراهان گرامی فروشگاه سلام بابا، اینم از نصب تلویزیون LG OLED G4. بریم که برای بار اول با هم دیگه دستگاه رو راه اندازی بکنیم، که در وهله اول شما نوشته WebOS رو ملاحظه می‌کنید که معرف سیستم عامل اختصاصی تلویزیون‌های شرکت LG، و خب کمی سعی میکنیم که دستگاه برای بار اول بیاد بالا که راه اندازی رو با هم دیگه انجام بدیم. خب دکمه اوکی وسط ریموت کنترل فشار میدیم. اولین قسمت انتخاب زبان و منوی دستگاهه، که حالا بیاییم پایین تر ببینید تلویزیون زبان عربی، فارسی، کردی اینا رو پشتیبانی میکنه، چون دستگاه حالا منتج کشور اندونزی مصر هم به همین صورت پشتیبانی از منوی فارسی رو داره. من با انگلیسی راه اندازی میکنم و گزینه نکست رو میزنیم. منطقه جغرافیایی من خاورمیانه رو انتخاب میکنم، میام پایین، گزینه نکس رو میزنم و تایم زونم حالا دبی رو، حالا یه شهر دیگه خواستید میتونید بزنید، دبی رو میزنیم و میریم مرحله بعد. تو این مرحله از ما میپرسه که راه اندازی رو میخواید با تلویزیون انجام بدید و ریموت کنترل، یا با استفاده از گوشی موبایل و اپلیکیشن، که خب طبیعتا با ریموت کنترل و تلویزیون راحت تره. میتونید گزینه نکس رو بزنیم یا اینکه این گزینه رو انتخاب بکنیم Excite First Use و خیلی سریع بره که وارد قسمت هوم بشه، ولی خب این کار رو انجام نمیدیم، گزینه Next رو میذاریم و قدم به قدم میریم جلو. در این قسمت اتصال به وایفای رو اسکیپ بکنید، فعلا نمیخوایم که اتصال به وایفای داشته باشیم. تو این قسمت هم استفاده از تلویزیون TV Only رو فعلا بزنید و گزینه Next رو بزنید. اینجا از ما میپرسه که دستگاهتون رو به چه صورت نصب کردید، روی استند یا روی دیواره، که خب میدونید مدل G4 کلن گالری ادیشنه و روی دیوار نصب میشه. حالا ما پایه دستساز براش درست کردیم، میتونیم استند رو هم بزنیم، ولی خب شما همون وال مونت هم بزنید هیچ فرقی نمیکنه. اینجا صرفا یه تغییر کوچیکی رو تو پردازش صداهای تلویزیون انجام میده و خب تغییر خاصی رو در سیستم صوتی دستگاه شما ایجاد نمیکنه، که حالا من حالا چون روی میز گذاشتم همون استند رو انتخاب میکنم، ولی خب شما وال مونت رو بزنید. تو این قسمت تلویزیون از ما میپرسه که دو تا از قابلیت‌های هوش مصنوعی دستگاه رو می‌خواید فعال بکنید، که اولیش AI Picture Pro هستش، که تلویزیون میتونه بدن، چهره افراد و متن موجود در تصویر رو تشخیص بده و خب سوژه رو تشخیص بده و عمق بیشتری بهش بده که شما کیفیت تصویر بهتری رو ملاحظه بکنید، که اگر من فعالش بکنم به این صورت ببینید اون آبجکت، اون چهره و بدن رو با عمق بیشتر و کیفیت تصویر بهتری نمایش میده. گزینه دومی AI Sound Pro هستش، که تلویزیون با استفاده از هوش مصنوعی میتونه از یک صدای فراگیر 11.2 کانال پخش بکنه. بعد نیست بدونین که سیستم صوتی این تلویزیون 60 وات 4.2 کانال هستش. ببینین الان من اینو فعال کردم، صدا با شدت بیشتری الان داره تو محیط استودیو پخش میشه، شاید شما از طریق میکروفون زیاد حالا متوجهش نشید. ببینین حالا غیر فعالش میکنیم، یه ذره که انگار مثلا صدا داره خفه تر میشه. اینا رو شما میتونید از بخش سرویس های هوش مصنوعی در قسمت تنظیمات هم خودتون به صورت دستی دوباره فعال بکنید. بگذاریم بذارید غیر فعال باشن، گزینه نکس رو بزنید. در این قسمت تلویزیون از ما میپرسه میخواید زمانی که تلویزیونتون خاموشه روی حالت اولویز ردی سویچ بکنیم. اولویز ردی در واقع میشه همون جایگزین بخش آرت گالری در مدل های حالا سال های قبل تر، که من بخش اولویز ردی رو تو قسمت سیستم عامل و پلتفرم تمام مدل های 2024 توضیح دادم که حالا کاربردش به چه صورته، و خب تو بررسی این تلویزیون هم به صورت مفصل بهش میپردازیم. حالا بذارید غیر فعال باشه و گزینه نکس رو بزنید. در این قسمت کانال یابی شبکه یابی رو ما نمیخوایم انجام بدیم، دیش و آنتنی متصل نکردیم. دموی خوش آمدگویی پخش میشه و دیگه باید وارد قسمت هوم بشیم. این از قسمت هوم دستگاه که ملاحظه میکنیم. برای بار اول یه سری نکات هم به شما میگه که تو این قسمت حالا برنامه های شما قرار گرفته شده، اینجا کارت های شما هستش، این قسمت هم که منوی سایت رو داریم، و خب این قسمت منوش هم ببینید که ملاحظه میکنید یه سری تنظیمات شورتکات اینجا قرار گرفته شده، چتبات هوش مصنوعی رو داره. بریم تو قسمت ستینگ کلیش،
اینجا تنظیمات مرتبط با تصویر، تنظیمات مرتبط با صدا، تنظیمات کلی سیستم تلویزیون. بعد بریم تو بخش ساپورت، می‌خوایم دستگاه بزنیم روی هات مغازه. خب اول بریم تی وی انفورمیشن رو ببینیم که اینجا اطلاعات کلی دستگاه قید شده. سیستم عاملش ویبوس نسخه 2024 و خب حدود 4.3 گیگابایت هم تلویزیون حافظه داخلی در اختیار ما قرار میده. بریم دستگاه بزنیم روی هات مغازه یا همون استور مود که کیفیت تصویرش رو ببینیم. و خب میدونیم این تلویزیون پنلش از نوع دبلیو اولد با چیدمان ساب‌پیکسلی RWBG و خب نسبت کنتراست 1 به بی‌نهایت و حد اکثر روشناییش هم در حالت پخش متای HDR و بازی HDR 1400 نیته و خب کیفیت تصویر واقعا خارق‌العاده‌ای داره که ملاحظه میکنید. دوستان همطور که ملاحظه کردید اینم از کیفیت تصویر تلویزیون LG OLED G4 سال ساخت 2024 که واقعا کیفیت تصویر بی‌نظیر و روشنایی فوق‌العاده بالا و نسبت کنتراست بی‌نظیری داره. به زودی ویدیو بررسی این تلویزیون هم در چنل یوتیوب به شما عزیزان آپلود خواهد شد. به این چنل یوتیوب سلام آوا رو حتما سابسکرایب داشته باشید. Thank you.